عروس خانومی در روز عروسی یا شوهرش جدا شد، چند سال بعد بسیار پشیمان شد. داستان امروز ما اثبات میکند که همه چیز در زندگی ما برمیگردد و درس مهم زندگی به ما میدهد. در ادامه با واژه تیوی همراه باشید. استفن 20 ساله بود که با دختری به نام آماندا 18 ساله آشنا شد. او بسیار زیبا بود و بلا فاصله پسر را مجذوب خود کرد، اما دختر عاشق کسی دیگه بود. استفن نمی توانست درباره او فکر کند، اما فقط دوستش بود. او فکر می کرد که با او هرگز نخواهد بود. چند سال بعد استفن شنید که دوست پسر آماندا از او جدا شده و با خود گفت که این بهترین فرصت است که با وی قرار ملاقات بگذارد، زیرا او تنها بود و به احساسات او احترام میگذاشت، با آنکه میدانست دوست پسرش او را فریب داده است. استفن میگوید که بیاد دارم او چقدر گریه میکرد، زیرا از هم جدا شده بود. دیدن گریه او برای استفن خیلی ناراحت کننده بود. چند هفته بعد دختر کم کم سری حال آمد و وضعیتش بهتر شد و به نظر می رسید که او را فراموش می کند، با آنکه کنار آمدن با چنین شرایط سخت است. یک روز تصمیم گرفتم احساساتم را نسبت به او بیان کنم. در خانهش آمدم و همه چیز را برایش گفتم. می ترسیدم که مرا رد کند، ولی بلافاصله گفت بله. آنچه به یاد می آورم، این خوشبخت ترین روز زندگیم بود. من نمی توانستم خوشبختی خودم را باور کنم. از همان لحظه تمام تلاشم را کردم تا او را خوشحال بسازم. استفن بسیار سخاوتمند و محتاط بود. او همه کارها را برای دوست دخترش انجام داد و همیشه به او هدیه می داد. مهم نبود که او چقدر می خواهد و او تمام خواسته هایش را برآورده می کرد. او حتی برای والدینش بلیط هواپیما خرید تا بیاید او را بشناسد. دختر گفت که همیشه با او خواهد بود. به نظر می رسید که آنها عاشق همدیگرند. چند ماه بعد استفن پیشنهاد ازدواج داد و با دادن انگشتر در مقابل او زانو زد. آماندا موافقت کرد و آنها تاریخ عروسی را انتخاب کرد و این روز به زودی می رسید. استفن خیلی خوشحال بود و درباره تصمیمش با تمام دوستان و خانوادهش صحبت کرده بود. فامیلش برای آمادگی عروسی آمده بودند، اما اتفاقی رخ داد. یک هفته قبل از عروسی رفتار آماندا تغییر کرد. از او پرسیدم امیدوارم همه چیز درست باشد. من فکر کردم شاید من این گونه فکر کنم و اتفاقی رخ نخواهد داد. من فکر کردم که او در مورد عروسی هیجانی باشد. در نهایت روز عروسی فرا رسید. من بهترین لباسم را پوشیدم، لباس قیمتی که پدرم برایم خریده بود. مادرم بسیار هیجان زده شده بود. پدرم به خود میبالید که پسرش عروسی میکند. همه اقوام و دوستانم به من آن روز مهم را تبریک میگفتند. من منتظر بودم که عروس ما برسد. لحظه شماری میکردم و خیلی دلم میخواست او را در لباس عروس ببینم، اما او نمیامد. در فاصله چند دقیقه ماشینی را که قرار بود او را بیاورد از دور دیدم که می آمد. همه مهمانان لحظه ورود عروس را با کف زدن تشویق می کردند که عروس می رسد. اما زمانی که ماشین رسید معلوم شد که فقط یک راننده به تنهایی در داخلش است و بس. شوکه شده بودم که چی دارد رخ می دهد و چی اتفاقی افتیده باشد. راننده یک پاکت را به من داد. باز کردم که نوشته شده بود مرا ببخش. این مثل کابوس بود. هرگز انتظارش را نداشتم و نامه نزدیک بود مرا بکشد. این نمی توانست واقعیت داشته باشد. او نوشته بود که او هنوز عاشق دوست پسر قبلیش است و در این اواخر او به زندگیش برگشته است. او جرأت نکرده بود که این را برایم بگوید. او نوشته بود که او بدون دوست پسر قبلیش با هیچ کسی دیگر نمی تواند عروسی کند. همگی برای من متاسف بود. مهمانان فهمیدند که او مرا ترک کرده است و عروسی برگزار نمی شود. من همه مهمانان را تماشا می کردم که یکی یکی پراگنده می شدند. من ناامید شده بودم. نمی دانستم چه کاری اشتباهی انجام دادم که او در چنین روزی مرا ترک کرده است. چرا اینقدر منتظر ماند و چرا زودتر به من نگفت که ما نمی توانیم با هم باشیم؟
پدر و مادرم مرا در آغوش گرفت و گریه می کردن و انتظار نداشتن که چنین صحنه‌ای رخ دهد و لباسم از اشک تر یعنی خیس شده بود. با عجله به خانه‌اش رفتم. او آنجا بود و پرسیدم چرا و چطور ممکن است چنین واقعیت اتفاق بیفتد؟ یک روز قبل من خوشبخت ترین مرد جهان بودم، اما در آن لحظه من کاملا شکسته شده بودم و از هر لحظه رنج می بردم. من می خواستم یک شوهر وفادار باشم و همه کارها را برای خوشبختی او انجام می دادم، اما همه چیز نابود شده بود. من با پدر و مادرم به یک سفر رفتیم، جایی که حتی درباره آن نشنیده بودم. روزها و سالها گذشت. 3 سال بعد این اتفاق غیر منتظره رخ داد. من روی صندلیم نشسته بودم، مطالعه می کردم که دروازه زنگ خورد. نیمه شب بود و من نمی دانستم که این زمان شب چه کسی می تواند باشد. در را باز کردم و بسیار متعجب شدم. آماندا در مقابلم ایستاده بود. باورم نمی شد. او برگشته بود تا به من بگوید که مرا دوست دارد و از من می خواهد که برگردم. سعی کردم درک کنم که این یک رویاست یا واقعیت. باید اعتراف کنم که تا هنوز او را دوست داشتم و به او اجازه دادم که داخل بیاید. او گفت که در این مدت همیشه به او فکر میکرده و از دوست پسر سابقش جدا شده است، زیرا او باز هم او را فریب داده است. او از من خواست که با او ازدواج کنم و زندگی طوری خواهد بود که من میخواهم. می دانید من موافقت کردم و تاریخ عروسی من را انتخاب کردیم. به او یادآوری کردم که این بار مراسم بسیار ساده خواهد بود. مکان و تاریخ عروسی را او انتخاب کرد. می دانستم که پدر و مادرش و همچنان دوستانش خواهند آمد. استفن هم دوستانش را دعوت کرده بودند. روز عروسی فرا رسید. همگی منتظر برنامه بودند. آماندا زودتر رسید و این بار او منتظر بود تا دامادش را ببیند. داماد دیر کرد و در نهایت ماشین داماد رسید. راننده یک نامه به او داد و او لبخند زد و فکر میکرد که استفن او را سورپرایز خواهد کرد. وقتی نامه را باز کرد نمیتوانست جلوی اشکهایش را بگیرد. در نامه نوشته شده بود: شما چطور به خانه ما میایی؟ فکر میکنی هیچ اتفاقی رخ نداده است؟ میخواهی با من ازدواج کنی؟ شما گفتید مرا دوست دارید؟ فقط در زمانی که دوست پسر سابقت شما را ترک کرده است؟ شما لحظه ای آمدید که من تلاش میکنم با دردی که به من داده بودی کنار بیایم. دردی که در جریان چند سال به من دادی و در این چند سال من منتظر تماست بودم. فکر میکردم شما بر میگردید و میگویید که اشتباه کرده اید، اما شما هرگز تماس نگرفتید. من هر روز گریه می کردم. رابطه‌ام با شما قطع شد. حالا شما گریه می کنید، مگر نه؟ حالا شما می دانید که من چی احساسی داشتم. دنبال من نباش. با من تماس نگیر. من حرفهای خودت را به یادت آوردم. شما به من گفته بودید که با هیچ کسی عروسی نمی کنید به جز دوست پسر سابقت. پس برو به دنبالش. مرا تنها بگذار. من دیگه برای تو وجود ندارم. حالا شما از تجربه خود می دانید که من چه رنجی کشیدم. این یک داستان دردناک است، اما برخی مردم همچون درس را نیاز دارد تا با احساسات دیگران بازی نکند. در زندگی همه چیز بر می گردد. خب، هر آنچه را برای خود نمی خواهی برای دیگران نیز نخوا. زود یا دیر پشیمان خواهید شد. این داستان را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.